فناوری پیشرفته. این شناورهای زرد رنگ می توانند یکی از بهترین نمونه ها برای تامین انرژی جایگزین در آینده باشند. این تنها نمونه های کوچکی از ژنراتورهای واقعی دریایی خواهند بود که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه هایی که کاربرد گسترده تری دارند دست کم 13 برابر بزرگتر از نمونه های آزمایشی خواهند بود. اینها در واقع دوچرخه های پمپی هستند که یک شناور روی آن نصب شده. این پمپ ها دقیقاً منطبق با حرکت امواج کار می کنند و به تلاطم در می آیند. این ایده 10 سال پیش در حالی به ذهن آلوین اسمیت رسید که او داشت با یک توپ بادی در استخر بازی می کرد. ژنراتورهای دریایی توسط پیستون‌های عمودی که بین دو شناور که یکی روی آب و دیگری در بستر آب معلق قرار دارند، انرژی موج را دریافت می کنند و آن را به الکتریسیته تبدیل می کنند. ژنراتورهای دریایی با نیروی موج به کار می‌افتند و کافیست نیم متر یا بیشتر متورم شوند تا کار کنند. آب پمپا شده از طریق این ژنراتورها به یک منبع منتقل و بعد هر زمان که بخواهیم از طریق یک توربین به الکتریسیته دست خواهیم یافت. در این تصویر رایانه‌ای به خوبی می‌بینیم که ابتدا موج دریا شناورها را متلاطم کرده و سپس پیستون به کار می‌افتد تا آب دریا را از طریق لوله به یک توربین آبی منتقل کند و در آنجا الکتریسیته مورد نظر تأمین شود. محلی ایدئال برای این وسایل در حدود 25 متری عمق آب است. آلوین اسمیت امیدوار است ژنراتورهای دریایی تا 1 سال دیگر مورد استفاده قرار گیرند. او مزیت اصلی نوآوری خود را در امکان ذخیره انرژی با ظرفیت انتشار پایین کربن در ذخایری بر روی خشکی می‌داند.